سر خطر خبرها. سه ساعت پرواز تاریخی، اولین هواپیمای تجاری اسرائیل در ابوظبی به زمین نشست. مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه جدید در لبنان، رئیس جمهوری میگوید تشکیل حکومت سکولار تنها راه است. اختلاف بر سر شورای عالی مصالحه افغانستان، عبدالله عبدالله میگوید تعیین اعضای شورا از اختیارات اوست نه رئیس جمهوری. 5 سال بعد از گشودن مرزهای آلمان به روی صدها هزار پناهجو، تصمیم جنجالی انگلو مرکل چه تأثیری بر اروپا گذاشت؟ سلام و عصر بخیر. 18 روز بعد از توافق اسرائیل و امارات متحده عربی برای برقراری روابط، اولین پرواز تجاری بین دو کشور انجام شد. هواپیمایی از خط هوایی ال آل متعلق به اسرائیل امروز در سفری 3 ساعته از تل آویو با عبور از آسمان عربستان سعودی در ابوظبی به زمین نشست. امارات اولین کشور حاشیه خلیج فارس است که با اسرائیل روابط رسمی برقرار کرده. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. ورود پرواز صلح در فرودگاه ابوظبی، آغاز فصل جدیدی در خاورمیانه. پرواز 971 از اینجا فرودگاه بن گوریان در تل آویو بلند شد. با خوش آمد خلبان به 3 زبان انگلیسی، عربی و عبری. اینها هم مسافرانی هستند که با این پرواز به امارات رفتند و اینجا در حال ثبت این لحظه تاریخی هستند. این پروازی تاریخی است. ما امیدواریم این پرواز مسیرهای تاریخی تری را برای خاورمیانه و ماورای آن آغاز کند. این اولین بار است که عربستان سعودی به یک هواپیمای اسرائیلی اجازه عبور از آسمانش را می‌دهد. تل آویو می‌گوید عادی شدن روابط با امارات درهای تجارت و گردشگری را باز خواهد کرد. مذاکرات منتشر نشده زیادی با رهبران عرب و مسلمان برای عادی سازی روابط با اسرائیل در جریان است. اواسط ماه جاری توافقی با حمایت آمریکا میان اسرائیل و امارات متحده عربی انجام شد. این توافق تضمین می‌کند که اسرائیل طرح‌هایش را برای ضمیمه کردن بخش‌های بزرگی از کرانه غربی به حالت تعلیق در می‌آورد. آقای نتانیاهو مدت‌ها به دنبال انضمام این بخش‌ها به خاک کشورش بوده. به جز برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور، راه اندازی سفارتخانه در پایتخت‌های یکدیگر هم از نتایج این توافق است. با وجود اینکه اسرائیل و امارات روابط دیپلماتیک رسمی نداشتند، در سال‌های گذشته وزرای اسرائیلی از این کشور دیدار کرده بودند. دو کشور قدرت نظامی زیادی دارند و هر دو نگران فعالیت‌های ایران در منطقه هستند. ایران این توافق را خیانت نامیده. فلسطینی ها هم عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات را خنجری از پشت تعریف کردند. اینها جوانانی از امارات و اسرائیل هستند که پرواز صلح را آنلاین دنبال کرد و با هم چت کردند. شاید آغازی برای صلح و دوستی بیشتر بین دو ملت. فرین عاصمی، بی بی سی. از موسی شریفی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی، از واکنش‌ها در منطقه به توافق میان اسرائیل و امارات پرسیدم. این کشورهای خلیج که همینطور که شما میدونید یک کشورهایی که به اصطلاح دارای رفاه خیلی بالایی هستند، تعداد جمعیت بومیشون کمه و بیشتر جمعیت تشکیل دهنده این کشورها را غیر بومیان، مثلا در آمارهایی که نشان میده در شارجه که بخشی از امارات، مثلا از 1,700,000 نفر حدود 270,000 نفر فقط اماراتین. این اقلیت بسیار در رفاه هستند و بسیار 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 راضین از دولت های خودشون و این توافق را اکثر نخبگان اماراتی که من باشون تماس دارم، در رسانه ها با هم همکاری میکنیم، اینا از این گام خیلی خوب استقبال کردن و گفتن این گام خیلی ضروریه، چون بالاخره امارات بعد از خیلی از کشورهای عربی وارد این وادی شده. شما میدونید مصر قبل از همه از دایره نزاع اعراب و اسرائیل خارج شد، بعد با سقوط رژیم عراق و تضعیف سوریه
در منطقه، یعنی وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه هم دیگه مسئله واژه نزاع اسرائیل و عرب رو از بین برده، مفهومی دیگه نداره. بنابراین کشورهایی مثل امارات که یک کشور واقعا پیشرفته ای در همه زمینها در مقایسه با کشورهای دیگه میتونه با اسرائیل از این روابط منافع خیلی زیادی را کسب کنه. و اینا وقتی از دایره نزاع عرب و اسرائیل خارج شدن، این کشورهای کوچک دیگه نمیتونن نقشی در اون مسئله و در اون ناحیه ایفا کنن، بلکه بهتره که به سوی صلح برن. این تحلیلی که اونا میگن، میگن ما از طریق صلح میتونیم کمک کنیم به فلسطینی ها، به فلسطینی های داخل اسرائیل، میتونیم از طریق روابط خوب با اسرائیل یک اهرم فشاری در کنار مصر و اردن هم باشیم به نفع فلسطینی ها. چون از طریق راه جنگ ما به نتیجه ای نرسیدیم. آقای شریفی، میخواستم، شما اونجا زندگی میکنید، فکر میکنید که مهمترین و فوری ترین تاثیر این برقراری روابط بین دو کشور چه خواهد بود در امارات؟ ببینید، امارات الان در زمینه فضانوردی، در زمینه اتم، در زمینه‌های مختلف داره تلاش میکنه که یک کشور پیشتازی در منطقه باشه. میدونید که اولین موشک از خاورمیانه از جهان عرب را امارات فرستاد، اتمش به مرحله تولید رسید و این مسائل را خیلی با مسالمت و بدون جنجال و بدون درگیری با جامعه جهانی یا کشورهای همسایه به تحقق رسیدن. بنابراین امارات میتونه در زمینه تجارت، در زمینه فناوری‌های کشاورزی، مسائل آب، چون خیلی از این مسائل در اسرائیل به صورت خیلی پیشرفته‌ای، اسرائیل پیشرفت داره تو این زمینه‌ها. چیزی که اماراتی‌ها میگن ما میتونیم از اسرائیل منافع زیادی در این زمینه، در زمینه علوم پزشکی، در زمینه علوم زراعتی، کشاورزی، آب و فناوری‌های دیگه استفاده کنیم. و اسرائیل هم میتونه از این مردم منطقه، چون میدونید یک خلایی بعد از اینکه حزب الله در لبنان به اصطلاح نفوذش گسترده کرد و شروع کرد در منطقه دخالت کردن، تمام گردشگری های کشورهای این منطقه به لبنان پایان یافت. الان اسرائیل میتونه جایگزین اون خلا باشه و به اسرائیل نفع زیادی میتونه برسه از این بابت. موسی شریفی بود از دبی. رئیس جمهوری لبنان مصطفی ادیب سفیر این کشور در آلمان را مأمور تشکیل کابینه کرده. آقای ادیب از حمایت اکثر جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی لبنان از جمله نخست وزیران سابق این کشور سعد حریری، تمام سلام و نجیب میقاتی برخوردار است. حدود 11 روز پیش دولت لبنان به ریاست حسان دیاب در پی انفجار مهیب بندر بیروت ناچار به استعفا شد. محسن سولدوست، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه کوینزلند از برزبن استرالیا با ماست. آقای سولدوست، سیاستمدارانی که مردم لبنان ازشون بیزار هستند رفتن برای خودشون کسی رو انتخاب کردن، برای مردم قابل قبوله؟ درود بر شما. بله، خب سوابق آقای مصطفی ادیب رو به گمان من میشه از دو جهت بررسی کرد. یک جهتش همون هست که مردم خیلی باهاش موافق نیستن و اون هم سوابق مشابهی هستش که ایشون با آقای حسن دیاب داره. ایشون از سال 2013 سفیر لبنان در آلمان بوده، مانند آقای حسن دیاب در کابینه نخست وزیر سابق آقای نجیب میقاتی حضور داشته، شخصیت تکنوکراتی داره و داره سابقه آکادمیک هست، باز هم مشابه آقای حسن دیاب و خود آقای میقات سالها تدریس دروس حقوق و روابط بین الملل رو در دانشگاه های لبنان و فرانسه ایشون انجام داده. ارتباط خوبی هم با سازمان های بین المللی داره. اما به جهت این تشابهات، خب بخشی از مردم خیلی موافق نیستن، اعتقاد دارن که ایشون کپی آقای دیاب هست. اما به گمان من بخش دیگری از میشه گفت تحلیلگران، نقاط قوتی هم در رزومه کاری ایشون میشه پیدا کرد. برخلاف آقای حسن دیاب که فقط از حمایت حزب الله، جنبش عمل و جنبش میهنی آزاد مربوط به مسیحیان برخوردار بود، آقای مصطفی ادیب به اضافه این گروه ها از گروه های سنی، از حزب جنبش آینده و رهبری سعد حریری، از حزب سوسیالیست پیشرو و گروهی که همونطور که شما اشاره کردید متشکل از 4 نخست وزیر سابق لبنان هست، از حمایت اینها برخوردار هست. روابط خوبی هم با کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه داره. به نظر میرسه که خب میشه گفت زمینه مناسب برای تشکیل کابینه‌ای که بتواند در هفته‌ها
یا ماه‌های آینده سیاست‌هایی را اتخاذ بکنه برای کاهش تنش‌های داخلی در لبنان و برون رفت از بحران کنونی امتداد سیاسی لبنان تقریبا میشه گفت فراهم هست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار امروز دیرتر وارد لبنان بشه، آیا عجله‌ای بود برای انتخاب او قبل از ورود آقای مکرون؟ به نظر میرسه که این نوع هماهنگی بود بین فرانسه و به هر حال نخست وزیر سابق و گروهی که ایشون رو نامزد نخست وزیری کردن و همچنین رئیس جمهور لبنان که ایشون نامزدی ایشون رو اعلام کرد و ایشون رو مأمور تشکیل کابینه کرد. اینجور که به نظر میرسه حضور فرانسه، حضور آقای مکرون و فشاری که آقای مکرون بر لبنان داره میاره تأثیر زیادی در چینش کابینه و موفقیت کابینه آتی آقای مصطفی ادیب هم خواهد داشت. دیدم یکی از کارشناسان تو توییتر نوشته بود که این مثل این میمونه که کشتی لبنان در حال سقوط به قعر دریاست و سکان کشتی رو دادن به مسئول رستوران کشتی. بله در حقیقت، ولی خب چاره ای هم در شرایط کنونی شاید وجود نداشت، یعنی کسی که بتواند حمایت گروه های دیگه مثل سنی ها، مثل احزاب دیگه که در پارلمان هستند رو هم در واقع میشه گفت از سر ناچاری بوده که سکان کشتی رو دادن دست آشپز کشتی، چون واقعا کس دیگه ای که مورد قبول تمام این احزاب سیاسی در لبنان باشه در حال حاضر وجود نداشت که بشه به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. آقای سلدوست خیلی ممنون از شما. محسن سلدوست پژوهشگر روابط بین الملل از برزبن استرالیا با ما بود، متشکرم. با پایان تعطیلات مذهبی تاسوعا و عاشورا در ایران که با آخر هفته همزمان شده بود، بسیاری از مسافران به شهرهای خود برگشتند. 2.5 میلیون سفر بین استانی در یک روز، بیشتر از دوران قبل از کرونا، موضوعی است که باعث شده وزارت بهداشت درباره افزایش آمار مبتلایان و فوت شدگان بر اثر کرونا در دو هفته آینده هشدار دهد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران گفته که اگر مردم به هشدارها در مورد خودداری از سفرهای غیر ضروری اهمیت ندهند، ممکن است سفر ممنوع شود. جزئیات بیشتر از کاوه مشکات. کرونا هم نمیتواند مانع از سفر این مسافران شود. جاده‌های منتهی به تهران جای سوزن انداختن نیست. آنها پس از تعطیلات عاشورا و تاسوعا به خانه‌هایشان برمیگردند. وزارت بهداشت ایران از این سفرها گله کرده و گفته برای متوقف کردنشان اگر خواهش جواب ندهد باید از قانون استفاده کرد. روز پنجشنبه شاهد 2,566,000 سفر بین استانی بودیم که حتی نسبت به روز مشابه سال گذشته که شرایط عادی هم بوده افزایش حدود 9% داشته که اصلا قابل توجیه نیست و درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه رو شکل دادن کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو، و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-3 هفته افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهیم کرد. عزاداری های دهه اول محرم پس از اما اگرهای فراوان برگزار شد. مقام های بهداشتی ایران میگویند مراسم عزاداری در بیشتر شهرهای بزرگ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شده، ولی برخی تصاویر منتشر شده چیز دیگری نشان میدهد. روز عاشورا است، اومدیم غذا بگیریم، همین در حال شکست دادن کرونا و کادر درمان با هم هستیم. خدا به خیر بگذرونه. تا کمتر از یک هفته دیگر سال جدید تحصیلی در ایران شروع خواهد شد، ولی هنوز نگرانی از گسترش بیماری در بین دانش آموزان جدی است. وزارت آموزش و پرورش ایران اصل را بر حضور دانش آموزان در کلاس درس گذاشته. به جز مناطق قرمز که طبق اعلام ستاد مبارزه با کرونا اجازه برگزاری کلاس ها نیست.
متناسب با وضعیتی که داریم با تأکید بر اینکه اصل بر حضور هست، کلاس‌ها به صورت حضوری تشکیل میشه. اگر تعداد دانش آموزان متناسب با مساحت کلاس و مساحت مدرسه به گونه ای باشه که موجب تراکم اونها و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشه، ما بایستی گروه بندی کنیم دانش آموزان رو و در مدرسه این کار انجام خواهد شد. بنابراین برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی دانش آموزان گروه بندی خواهند شد، هم ورودشون، هم خروجشون، هم حضورشون در کلاس به صورت گروهی، گروه های مختلف برنامه ریزی شده. تعداد افرادی که در ایران هر روز بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند همچنان سرغمی است و 13 استان ایران هم در وضعیت قرمز قرار دارند. طی 24 ساعت گذشته 109 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 21571 نفر رسیدن. سه هفته آینده برای مسئولان کادر درمانی ایران سرنوشت ساز است، چرا که بازگشایی مدارس و سفرهای آخر تابستان می تواند آمار ابتلا به کرونا و قربانیان آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. کاوه مشکات، بی بی سی. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در اولین پرواز تجاری بین اسرائیل و امارات متحده عربی، یک هواپیمای خط هوایی الال از مبدأ تل آویو در ابوظبی به زمین نشست. رئیس جمهوری لبنان مصطفی ادیب سفیر این کشور در آلمان را مأمور تشکیل کابینه کرد. در ادامه این برنامه، اروپا 5 سال بعد از تصمیم جنجالی انگلو مرکل برای گشودن مرزهای آلمان به روی پناهجویان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با معرفی اعضای این شورا از سوی رئیس جمهوری مخالفت کرده. آقای عبدالله گفته تعیین اعضای این شورا در حوزه اختیارات اوست. دو شب پیش اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی کرد. این اقدام واکنش‌های زیادی در پی داشته. شورای عالی مصالحه نهادی مشورتی برای تعیین سیاست‌های دولت در زمینه مذاکره و صلح با طالبان است. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. ارگ برای پاسخ به واکنش‌ها و مخالفت‌ها در ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه حاضر شده. می‌گوید با وجود فرمان رئیس جمهوری در مشوره هنوز هم باز است. هرچند فهرست اعلام شده پیش از این هم با هماهنگی رهبر شورا تهیه شده بود. پیش از اینکه لست نهایی شود، تلاش‌ها برای چند هفته ادامه داشته. و این مشترک بوده، قسمی که معرفی اعضای خود از شورا هم یکی از مسئولیت‌های خود شورا هست که باید به حکومت آورده شود. رئیس جمهور در رأس تعیین میکنه، اما مشوره ها در بین تیم‌ها مختلف بوده. حال حکومت افغانستان همچنان به مشوره و رایزنی باور داره. با این حال دفتر شورای عالی مصالحه با انتشار اعلامیه‌ای گفته مطابق به تفاهم‌نامه سیاسی تعیین اعضای شورا در صلاحیت رئیس شوراست و نیازی به فرمان ریاست جمهوری ندارد. اعضای معرفی شده نیز ملاحظاتی داشتند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین که نامش در صدر این فهرست است، عضویتش در شورای مصالحه را رد کرد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم با نشر اعلامیه‌ای گفته در مورد درج نام صلاح الدین ربانی رهبر این حزب در فهرست شورای مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نخواهد کرد. رحمت الله نبیل، رقیب سیاسی آقای غنی در انتخابات گذشته هم که نامی از او در فهرست دیده نمی شود، تشکیل شورای مصالحه را معامله ننگین و سلیقه‌ای خوانده. انتقادها تنها از جانب سیاستمداران نبوده. جوانان هم صدا بلند کردند. ما به گونه اعتراض صدای ما را بلند میکنیم. از دولت و همچنان از تپیدار تقاضا میکنیم جوانا را سهم بتن و صدای ما را بشنوند. به عنوان 67% نفوس این مملکت
ما حق داریم اعتراض بکنیم. شبکه جامعه مدنی نیز ترکیب فهرست را نامنصفانه خوانده، به دلیل عدم حضور نمایندگان قربانیان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و جوانان. آنچه فرمان و فهرست منتشر شده ارگ نشان می‌دهد، بر علاوه هیئت رهبری، این شورا دارای اعضای عالی رتبه دولتی و اعضای غیر دولتی به شمول زنان، سیاستمداران و چهره‌های جهادی خواهد بود. در فرمان آقای غنی آمده که شورای عالی مصالحه تا یک هفته پس از اعلان اعضای رهبری و اعضای شورا مکلفند تا نمایندگان منتخب را برای مجمع عمومی ترتیب و نهایی کند. حالا فرمان یک طرف قاطع و مخالفت ها طرف دیگر این قضیه که سرنوشت شورای مصالحه را یک بار دیگر گنگ و مبهم کرده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. عبدالفتاح احمدزی، مسئول مطبوعاتی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، از کابل با ماست. آقای احمدزی، آقای رئیس جمهور افغانستان آقای غنی صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت رو که معرفی کرده، دیگه مشکل چیه تا اونجایی که به جمعیت مربوط میشه؟ خب در نخست سلام خدمت شما، خدمت سمن تمام بینندگان بسیار خوبی تلویزیون شما. در قدم نخست باید بگیم که نقش حکومت در تشکیل این شورا خیلی برازنده هست و خیلی پررنگ هست. شما توجه بکنین حتی معاون شورای مصالحه هم از طرف ارگ معرفی شده. طبیعی است که این شورا به اساس یک توافق سیاسی صورت گرفته که فاقد اجماع ملی هست، چون اجماع ملی و مردم عامی افغانستان خود ادعی تشکیل نمی بینن. شما هم در گزارشاتتان داشتین که جوانان هم صدای خود بلند کردن، رهبران سیاسی مطرح و چهره های مطرح و با نفوذی که در کشور هست مخالفت خود اعلان کردن و عضویت خود ادعی تشکیل رد کردن، چون که با اونا هیچ گونه تماس گرفته نشد و از اونا رأی و نظر خواهی نشد. این تشکیل در واقع این نشان میده که پیامد و نتیجه این تشکیل منفی هست و هیچ نتیجه را در قبال نداره. شما میدونید که آقای غنی به هر حال کسانی رو معرفی کرده که ریش سفیدان جامعه هستند در افغانستان، سیاستمداران سابق هستند، از 16 نفر مرد 5 نفر زن هستند. به هر حال تا حد زیادی داره این لیستی که آقای غنی منتشر کرده جامعه افغان رو نمایندگی میکنه تا حد زیادی. خب تنها درج اسم در لیست مهم نیست. شما اگر بپرسین که آیا با اونا رأی و نظر خواهی شده، نظرشان گرفته شده که آیا شما در این شورا باید باشین نباشین، آیا نظر مثبت از اونا را داشتن یا خیر، تنها درج اسم دردی را دوا نمی کند. شما بسیاری از اعضا را میبینین در تشکیل نامشان درج است اما توافق نظر ندارن، اونا با اونا ارج گذاشته نشده. به طور مثال جناب کرزای صاحب رئیس اسبق جمهوری اسلامی افغانستان، جناب صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و دیگر جریان سیاسی و احزاب سیاسی، با اونا اصلا نظرخواهی نشده از اونا. پس درج اسم به این معنا نیست که اونا توافق نظر دارن که ما در این تشکیل هستیم و توافق نظر داریم. بعضی شخصیت های بسیار بزرگی هست که اونا نمیخواین که خود را درج از این لیست بکنن، چون که شخصیت از اونا و موقف اجتماعی از اونا بسیار بزرگ است نسبت به اینکه اونا خود در این فهرست حکومتی درج بکنن و اون از اونا صرف این رو بخواین که شما در این شورا باشین و فقط صدای از اونا را بلی بگوین و هیچ کدام عکس العمل منفی را نداشته باشین، چون که در احزاب سیاسی شما میدونین که نظریات مختلف هست. و در این شما هم در گزارشاتتان داشتین که جناب دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی هم مخالفت خود اعلان کردن که یک مخالفت یک قانون شکنی جدی هست
که اونا از طرف ارگ تحمیل میشن. آقای احمدزای خیلی ممنون از شما. عبدالفتاح احمدزای مسئول مطبوعاتی حزب جمعیت اسلامی افغانستان از کابل با ما. متشکرم. تشکر از شما. 5 سال پیش انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درهای آلمان را بر روی صدها هزار پناهجو باز کرد. هنگامی که هجوم پناهجویان که اغلب با بالا گرفتن جنگ در سوریه به سمت اروپا حرکت کرده بودند به اوج رسیده بود. جنی هیل خبرنگار بی بی سی در برلین نگاهی کرده به تصمیمی که آلمان را تغییر داد و هنوز هم یک سوژه پرتب و تاب بین موافقان و مخالفان است. We can do this, said Angela Merkel. Angela Merkel گفت ما می توانیم از عهده این کار بر بیاییم. حالا 5 سال از باز کردن مرزهای آلمان به روی 10,000 پناهجو گذشته. خیلی های دیگر هم آمدند به امید همان استقبال گرم. I was proud of Germany because Germany. من به آلمان افتخار می کنم چون در کمک به آوارگان تردید نکرد. And today, حالا وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیش‌بینی‌های بدبینانه منتقدان اتفاق نیفتاد. ما نمی‌تونستیم مرزهامون رو ببندیم. این کار تمامی آلمان را تغییر داد. آربنزبرگ، یک شهر محافظه‌کار در ایالت باواریا، باید 200 پناهجو را قبول و در خود جذب می‌کرد. هنوزم فکر میکنم یکی تو برلین بشینه و بگه ما میتونیم کمی زیاده رویه، چون این تک تک ساکنان محلی بودن که باید کار اصلی رو انجام میدادن. اگر دیگر کشورهای اروپایی هم تو این مسئله شریک شده بودن، ما اینقدر تنش سیاسی نداشتیم. خشم و حراس مخالفان تصمیم به کف خیابان ها آمد. جرایم جدی برخی مهاجران هم بنزین روی آتش شد، مثل تعرض جنسی به زنان در کل یا حمله به بازار کریسمس در برلین. آنگلا مرکل با موج مخالفت روبرو شد و راست افراطی رشد کرد و حالا بازیگر ثابت صحنه سیاسی است. در طی مدت محمد که سال 2015 آمده بود در آربنزبرگ زندگی جدید ساخت. آلمانی یاد گرفت، کار پیدا کرد و خانواده دار شد. اینجا مثل خونه منه، همه چی خوبه، مثل بقیه هستیم، کار داریم و کشور خوبیه، همسایه‌ها خوبن، خیلی خوبه. ماجرا تمام نشده، نه برای مشتاقان مهاجرت به اروپا و نه برای ساکنان این شهرک ویژه پناهجویان در حاشیه آربنزبرگ. چیزی که ما 5 سال پیش اینجا دیدیم فوق‌العاده بود. خوشحالی ها و خشم ها کم رنگ شدند، ولی پیامدها هنوز هست. سیاست عوض شد، جامعه عوض شد و اونا که اومدن جای پای خودشون رو محکم کردن تا در آینده اینجا سهمی داشته باشند. جنی هیل، بی بی سی نیوز، میونخ. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.